در مسیر سرک آمده چون استاندارد نبودم سر جای قید است رو بندی زیاد میباش از این خاطر دست مهمونی بین هفته است چون امروز جمعه هم نیست خب به خاطر ساتری کردن آمدین نه ما نمیدیم بیدار ما بودم تخریب شد که از ماه رمضان شروع کردن قیاد مصروف هستن به میله به سیاحت آمدن ما هم یک توپ به دستم خود با دیده نگ می نگریم و استقبال میکنیم هانتون خلاص کردیم دانشگاه را و مصروفیت تا حالی نداریم سیوی خدا را در چند جای داده هستیم خود انسان از یکان تشوق داره می ندارم این موسر پلان شهری سایی برنامه گرده با بدهای سیاسی نداره با جنبه های سیاسی نداره بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ارادت احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان آرزو میکنم که جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین عزیزان ما امروز در پارک دهبوری کابل قرار داریم و قرار است که گفته های از اشخاص را در برنامه ما داشته باشیم که در این محل بر فعلا مصروف کار هستند و قرار است که پارک دهبوری کابل تخریب شود و سرک عمومی جور شود گفته های از شهروندان ما را می داشته باشیم ای که دلیلش چی می باشه که پارک را تخریب می کنن و سرک عمومی را بازسازی می کنن چی مزایت های می داشته باشه چقدر سهولت را به مردم ایجاد می کنه که یک سرک عمومی ایجاد شوه و همچنان ای که پارک ما امروز تخریب میشه چی اثرات منفی می داشته باشه بالای افراد ما و همچنان شهروندان ما چقدر میتونه که باعث ازی شوه که ساحات ملی ما و جاهای تفریحی ما از بین بره پس آخرین لحظات با برنامه با ما همراه باشین و از مصاحبه هایی که در برنامه هم میداشته باشیم شما عزیزان مستفید شوین پارک دهبوری کابل یک پارک ملی افغانستان به شمار می رود این پارک دارای مکان‌های تفریحی برای اطفال، سرسبز و گوارا برای فامیل‌ها می‌باشد. ساخت این پارک چندین سال قبل توسط حکومت پیشین در ناحیه سیوم کابل توسط شهردار کابل صورت گرفت. ساخت این پارک چندین سال قبل توسط حکومت پیشین در ناحیه سیوم کابل توسط شهرداری کابل صورت گرفت. مراسم به منظور تهداب گذاری و احیای پارک دهبوری با حضور محمد یونس نوندیش شهردار کابل برگزار شده بود. آقای نوندیش گفت بعد دنبال افتتاح پل شیر دروازه پارک قدیمی دهبوری بازسازی می شود. و در بین سی پارک که مورد نظر بوده در اولین اقدام بازسازی و احیای مجدد پارک دهبوری می باشد. با گفته آقای نوندیش هزینه بازسازی این پارک $200,000 آمریکایی مد نظر گرفته شده و این مبلغ از طریق اداره انکشاف بین المللی کابل به شهرداری کابل داده شده و اکنون حکومت امارت اسلامی گوشه از پارک دهبوری را برای ساخت و بزرگ کردن سرک کوتی سنگی الادی مزنگ تخریب می کند. سلام علیکم خوب هستین سیادمن به خیر و سلامت باشین انشالله که شما هم خوب و صحتمند باشین میشه که یک معرفی کوتاه بکنین خودتانه اسمی من نوید الله هستم
یک تن از باشندگان نایه سه شریک آورد. میشه شما بر ما بگوین که پارکی که در دهبوری قرار داره و این تخریب میکنن، آیا شما معلومات دارین که با تخریب از این پارک چی پروژه است؟ این سرک امیده میسازن و یا هم قرار است که پارک بازسازی بکنن؟ نه خیر، این پارک بازسازی نمیشه، این در مسیر سرک آمده، چون استاندارد نبودن این آپارتمان هایی که جور شده بود در این مسیر، چون در چهارای کوتاه سنگی که ما ببینیم اونجا پل جور شده به اون مسیری پل که ما بله دقیقا. و من حیث آخرین سوال ما میخواییم از شما ای را بپرسم که نظر و دیدگاه شما چی میباشه؟ آیا با انجام این کار که سرک تخریب میسازن شما من حیث یک شهروند احساس رضایت یا خوشی میکنین؟ طبیعی که نه تنها ما، کل شهروندها احساس رضایت خوشبختی میکنه، خوشی میکنه از برنامه های امران و بازسازی شهرداری شهری کابل. اگر مثلا در ولایت باشه از شهرداری ها، این ما سرپلان شهری است، هیچ برنامه نگرده و بدهای سیاسی نداره و جنبه های سیاسی نداره، این مقتضی زمان است. ما خوش هستیم، انشاءالله که مردم هم خوش هست از این امران و بازسازی، با دیده نیک می نگریم و استقبال میکنیم. جان سپاس از شما از گفته هایتان، از اینکه وقت گذاشتین و امروی ما گفته های بسیار خوب داشتین. خواهش میکنم، صحت و سلامت باشین. تشکر از برنامه زیبا. تشکر از شما همچنان. بله عزیزان، همراه با یک تن از شهروندان ما مصاحبه داشتیم و نظرشان همچنان در مورد تخریب پارک دهبری و اینکه سرک در اینجا بازسازی میشه نظرشان داشتیم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین صد من؟ شکر خدا. میشه که ویتانه به طرف کامرا دور بودین؟ فامیل محترم همه کی خوب است؟ روز روزگار بخیر سپری میشه؟ فضل خدا شما خوب هستین صد من؟ زنده و سلامت باشین. میشه که خودتان بر ما معرفی بکنین؟ نصرت الله. فیلم در شهر کابل زندگی میکنم. بسیار خوب، نامتان چی گفتین؟ نصرت الله. خوشحال شدم از معرفت هم را با شما. چطور که آمدین به اینجا و هدفتان از آمدن در این موقع چی می باشه؟ آیا طفلک ها را آوردین به خاطر ساتری و میله ای که روح روان و طبشان دیگه شود؟ از خاطر پارک ساتشتر شد. بسیار خوب، طفلک هایتان آوردین به طرف پارک و میشه که شما بر ما بگوین که از چقدر مدت میشه که پارک را تخریب میکنن؟ چون شما شهروند هستین در این ناحیه میشینین. تقریبا ماه رمضان تیرا تخریبش کرد. تخریبش که از ماه رمضان شروع کردن و اینجا عزیزان ما هم مصروف هستند و میله، با وجود از اینکه این سرک و همچنان این پارک تخریب میشه، بازم شهروندان ما در این موقعیت مصروف هستند، به میله به سیاحت آمدن. ما هم یک توپ به دستم خود و انشالله که تا آخرین لحظات شما با ما همراه باشین، از میله های کموطنان ما هم میداشته باشن، شما بیننده باشین. و برادر محترم، قسمی که ما میبینیم این پارک را تخریب میسازن و قرار است که این پارک را تخریب بکنن به طور کامل و سرک را آباد بسازن و بازسازی بکنن، میشه شما دیدگاه و نظرتان را بگوین بر ما؟ مکمل تخریب کنش نمیشه، تقریبا نصفش تخریب میکنه، بخاطر که سرک بسیار جای قید است، رابندی زیاد میباشه، از این خاطر نصف شقق تخریب میکنه دیگه شد. و وقتی که امی سرک را تخریب کردن و ای پارک را تخریب کردن، البته که یک سرک عمومی جور میشه، به نظر شما چی فایده های میداشته باشه؟ چقدر باعث ازی میشه که ازدهام در این منطقه و در سطح شهر کابل کمتر شود؟ بسیار فایده داره، بخاطر که سرک بسیار قید است، در چاره کوتی سنگی زیاد رابندی کن تا چاره دیگوری رابندی باشه. خب و ای که پارک را تخریب میسازن و اینجا را یک سرک عمومی جور میکنن، باز بخاطر ازی که شما بین به میله و به سیاحت هم را با طفلایتان کدام مزاحمت برتان ایجاد نمیشه؟ نه خود کدام مشکل خودست؟ به طور عادی شما میپردازین و مثل سابق به تفریح یا میین؟ بسیار خوب برادر، انشالله که همیشه خوش آرام باشین. تشکر از اینکه با ما گفته های بسیار نیک داشتین. خدا نگهدارتان. بلی عزیزان، همراه با یک تن از اشخاص دیگه که در این پارک آمده بودن و طفلک های خود آورده بودن به خاطر از اینکه طفلایشان بازی بکنه صحبت های داشتیم و فعلا هم چه خوب است که بریم به طرف قسمت از این پارک. جوانای ما مصروف هستند به ساتری کردن و بازی کردن در این پارک، پس با ما همراه باشین.
عزیزان در این پارک قسمه که شما میبینین تفلک های هستن که مصروف ساتری و بازی هستن. چه خوب است که امرو با یک تن از اطفال بسیار خوب و قندول صحبت های داشته باشیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر هستی. نامک چی است؟ عریپا. نام چی است؟ علیپا. علیپا؟ خوب، بسیار خوب. خانیتان در کجا است؟ اونجا پیش است. اینجا که چطور آمدی؟ اونجا بیدر آمدیم، نگم اونجا میشینم بینه بیدر ما بسکل آمدیم. خوب، بخاطر ساتری کدن آمدیم؟ نه، ما نمیدیم، بیدر ما آمدیم. خوب، بیدر اکت آمده بخاطر ساتری کدن؟ مکتب میری؟ آه، نه، کورس میرم. مکتب نمیری؟ میرم پدر میگم کارتا کتاچور میکنم باز میرم. خوب خوب، باز با وجود از اینکه مکتب میری یگان بوسا میده ای پارک ساتری کردن هم؟ نه بیدرم اومده و نمیده. خوب امروی بیدره که تا یگان وقت میگید من؟ آه بیدر مکتب میخونم. آفرین، تشکر از اینکه امروی ما صحبت کردی. بله عزیزان، همراه با یک دخترک بسیار نو صحبت های داشتیم و چه خوب است که همراه با یک تن از طفلک های دیگر هم صحبت های داشته باشیم. سلام علیکم. طفلک اطمان شرمید، مشکل نیست. و عزیزان، ما فعلا باز هم در این موقعیت قرار داریم و قسمی که در ابتدای برنامه بر شما یادآوری کردیم، پارک دهبوری تخریب میشه و قرار است که یک سرک عمومی دیجا بازسازی شود. نظر یکی از هموطنان دیگه ما را هم می داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ چیال دارین؟ خوب هستین؟ شکر الحمدلله، بخیر باشین. سلامت باشین. میشه خودتون رو برام معرفی بکنین؟ عبدالرزاق هستم، تخار. بسیار خوب. در کجا شما زندگی میکنین؟ از ما میوزشش. بسیار خوب. امروز آمدین به خاطر تفریح؟ نه، بر مهمونی آمدین. مهمونی آمدین. خانی دوستا و اقارب اطمان آمدین که در اینجا هستن؟ بله. میشه بر ما بگوین خانی کی آمدین به مهمونی؟ اینجا خانه همه ما هست، بر مهمونی آمدین. مهمونی این است، مهمونی بین هفته است، چون امروز جمعه هم نیست. بین هفته است. خب بسیار خوب. و این به طرف پارک اطمان که آب و هوای تان دیگه شد. میگه گفتم باش دخ ندارم. اشتباه چکار آوردین؟ بسیار خوب، کار بسیار نیک کردین. خب تشکر، سلامت باشین از گفته های نیکتان. بخیر باش، سلامت زنده خوش. شما هم زنده باشین. بله عزیزانم رو با یک تن از برادران دیگر ما هم صحبت های داشتیم و چه خوب است که در این لحظات برنامه همراه با یک تن از بزرگواران دیگه هم صحبت های داشته باشیم. میریم به طرف برادر ما. سلام علیکم. و علیکم سلام. میشه که طرف کامرا ببینین؟ آه سلام. خودتان معرفی بکنین بر ما. نام اجمل است، از دلوی وردک. اجمل جان، از کجای وردک هستین؟ از سید آباد. از سید آباد هستین. در کابل زندگی میکنین؟ در وردک زندگی میکنین؟ در کابل. خب چقدر مدت میشه که در کابل هستین؟ همین یه خورد کلان شدین دیگه. بسیار خوب. صنف چند هستین اجمل جان؟ صنف 8. صنف 8. در کدام مکتب؟ مکتب لیسه غازی. لیسه غازی. لیسه غازی حتما به پارک دهبوری نزدیک است. آه دمی نزدیک است. از روی مکتب به طرف پارک آمدین؟ نه، حالا میرم سر مکتب. خب بسیار خوب. تا این مکتب تا این بال از چاشت است؟ بله. بسیار خوب. و اجمل جان، قسمه که ما میبینیم این پارک قسمتش تخریب شده و قرار است که سرک عمومی جور شده، دیدگاه و نظر خودت هم داشته باشیم در این مورد. چی بگویم دیگه؟ بله، یکی همین پارک تخریب میشه، به نظر خودت آیا کدام اثر منفی داره نظر به این که یک پارک ملی ما، یک پارک تفریحی ما از بین میره؟ نه، خوب خونه است که بخاطر که یک پارک است، یک میز تیری میکنه، خوب خونه است که. و میشه که نظرت در مورد ازی برما بگویی که آمدن به میله در پارک ها، در تفریگاه ها چقدر بالای روح روان انسان ها اثرات خوب میداشته باشه؟ او دیگه به خود انسان از یکان تشوق داره، میه ندارن. خود در جمله کدام افراد هستی؟ دوست داری گاه گاه به پارک ها بیایی یا نی؟ زیاف هستم که من زیاف میم، فوتبال میم جد تمرین میکنم. بسیار خوب. به کدام ورزش زیادتر علاقه داری؟ فوتبال. بر فوتبال علاقه داری؟ و باز چطور سپری میشه در سایت؟ آیا در پولی ازی که مثلا گاه گاه میایی به پارک ها فوتبال میایی در سایت هم میخوانی یا نی؟ درس هم میخوانم، کورس هم میرم که من فوتبال هم میرم دیگرانه. بسیار خوب. وقتی که کورس میری کدام مضامین در کورس بیشتر میخوانی؟ انگلیسی. انگلیسی در میخوانی؟ کدام سیستمه؟ سیستم دیگه از صفری شروع کردیم نو. بسیار خوب. اجمل جان همیشه موفق باشی. تشکر. تشکر، زنده باشی. سلامت باشین. بله عزیزان، همراه با یک تن از برادران دیگه ما صحبت های می داشته باشیم. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ صحت من الحمدلله، شکر خداوند است.
میشه خودتان بر ما معرفی بکنیم؟ اسم ما جمال خوشحال است، باشنده ولایت کابل هستم. خیلی خوشحال شدیم. برادر محترم چی مصروفیت دارین؟ مصروف چی کار و بار هستین در ایام؟ مصروفیت خو فعلا نداریم، پهانتون خلاص کردیم دانشگاه را و مصروفیت تا حالی نداریم. سیوی خدا را در چند جای داده هستیم دیگه، یال انگلیسی را شروع کرده هستیم در کورس مسلم. بسیار خوب، شما گفتین دانشگاه را خلاص کردین، میشه بر ما بگوین که فارغ از کدام رشته هستین؟ از پانزده جورنالیسم هستم از پهانتون ننگرهار. بسیار خوب، ماشاءالله. و از طریق آزمون امتحان کنکور حتما کامیاب شدین؟ کنکور 244 نمره برده بودیم، دولت کابل امتحان دادیم. ماشاءالله، بسیار خوب. و از وقتی که شما فارغ شدین هیچ کدام کار و بار را شروع نکردین؟ ما خودم دارم جریان تحصیل در پهانتون ننگرهار، یک سال در ننگرهار در رادیو کار کردیم، رادیو ارزش بود. باز بعد از او که رادیو زیاد بود، خب ماشش کم بود، 4000-5000 ماش میداد. باز اینجا رادیو هست، تلویزیون، خب ماشایش کم از دیگه، گزاره نمیکنه برای ما. بین خدا مهربان است، انشاءالله که شما یک وظیفه پیدا بکنین که ماش بیشتر داشته باشه و مو مصارف و تقاضایتان هم مصرف شه به حساب بکشه. بله عزیزا، ای هم بود برنامه امروز ما که برتان تقدیم شد. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. و قسمی که شما در جریان برنامه بیننده بودین، قسمت از پارک دهبری کابل تخریب میشه و قسمت تخریب شده یک سرک بسیار خوب و معیاری بازسازی میشه، از قسمت دیمزنگ الی کوتی سنگی. و نظریات هموطنان ما را هم در برنامه داشتیم که بازسازی سرک چقدر باعث کاهش ازدحام در سطح شهر کابل میشه. خدا کنه که از برنامه امروز ما لذت برده باشین و مورد پسندتان هم قرار گرفته باشه. فراموش نکنین که چینل یوتیوب ساحل میدیا را سابسکرایب بکنین، زنگوله را فشار بدین. قرار میگیرم همتان به الله پاک و بی‌نیاز واگذار میکنم. ایام به کامتان، خدا نگهدارتان.